آخرین روز از 42 جشنواره فیلم فجر با روایت دردناکی از فاجعه بم آغاز شد. احمد روایتی واقعی از 18 ساعت ابتدایی زلزله بم رو به تصویر کشیده. زلزله بم به مدت 12 ثانیه شهر بم و شهرهای اطراف کرمان رو با خاک یکسان کرد و باعث کشته شدن 5000 نفر در همین مدت زمان کم شد. روایت احمد و حضور او در بم یک داستان واقعیه. حتی پورتری احمد یعنی سردار شهید احمد کاظمی هم واقعیه. و حالا بعد از گذشت 20 سال هنرمندان تئاتری در طول 4 ماه تونستن با تمرینات فشرده خودشون رو به فیلم سینمایی احمد برسونن تا همزمان با 20 سالگرد وقوع زلزله بم بتونن اون شرایط رو بار دیگه زنده کنن. یک قهرمان سالهای دفاع مقدس که تجربه بحران رو در شرایط جنگی داشته، حالا میاد به کمک مردم بم و ما میبینیم که اون جسارت، اون شجاعت و اون گفتمانی که بزرگتر از خوده، اون ارزشمندی و نمادپردازی هایی که در فیلم وجود داشت، اون کودکان، دختر بچه هایی که نماد مام وطن هستن و کمک میکنن برای اینکه این قهرمان، یه ویژگی خیلی جالبی که وجود داشت لحظه های شکست بود، لحظه های گریه کردن قهرمان بود. قهرمانان ما لازم نیست حتما ویژگی های سوپرمنی داشته باشن، همیشه موفق، همیشه با یک هیکل تنومند، بلکه این ویژگی خدمت به مردم، این درد مردم داشتن، چیزی که الان در بین مسئولین ما باید وجود داشته باشه. و طبیعتا زحمتی که دوستان کشیده بودن، جناب ربی و همکارانشون، بسیار ارزشمنده در نشون دادن این قهرمانان به مردم. و اتفاق مهمتر این هست که این اسطوره ها باید در ذهن مردم زنده بمانند. وقتی که از سالن سینما میایم بیرون، باید این بمانه، این فداکاری، این دغدغه مندی در ذهن و هر کدوم از این افرادی که از سالن سینما میان بیرون، یک حاج احمد دیگری بشن برای جامعه و خدمت به مردم خودش. احمد کاظمی رو میشناختم، دیپلماسی میدانی یعنی این فیلم. ببینید توی جنگ ما، تو انقلاب ما، هر جا و هر چیزی که پیروز شدیم دیپلماسی میدانی بودش. متاسفم برای مسئولینی که میشینن پشت میز، فقط میخوان از پشت میز اداره کنن. این فیلم همه چی را، موسیقیش، ساختارش، تدارکاتش، همه چیزش عالی بود، عالی بود. میتونیم افتخار کنیم با این فیلم به سینمامون. من فیلمای قبلی که دیدم با هیچ کدوم نمیتونیم افتخار کنیم بگیم که داریم سینما کار میکنیم، ولی با این فیلم میتونیم بین المللی ادعا کنیم که ما هم فیلمساز هستیم. امیرعباس ربیعی، کارگردان احمد، درباره ساخت این فیلم توی نشست خبریش گفت: پژوهش‌هایی رو درباره شهید آغاز کردم. در مطالعاتم به صفحه‌ای برخورد کردم که درباره حضور او بود. حس کردم این قصه نیاز امروز ماست، چون احمد کاظمی مدیر تراز جمهوری اسلامیه. ساره رشیدی، بازیگر زن فیلم سینمایی احمد هم که از استنتاپ‌های کمدی برنامه خندوانه به سینما راه پیدا کرده، گفت: امیدوارم به بازیگرای کمدی هم اعتماد بشه و اونها هم بتونن قابلیت‌های خودشونو نشون بدن. اتفاقی افتاد این بودش که به من اعتماد کردن و اجازه دادن که کار جدی بازی کنم. امیدوارم به همه بچه‌های کمدی واقعا این امتیاز، این امکان داده بشه، چون خیلی بچه توانمندی هستن. مرسی. اما مسعود سخاوت، آهنگساز فیلم احمد، یک نگاه متفاوت به این فیلم داره. اون کسیه که کرمان رو سرزمین مادری خودش میدونه و زمان وقوع زلزله بم رو با همه وجودش احساس کرده. خب کرمان سرزمین مادری من هست. متاسفانه در زمان زلزله بم من کرمان دانشجو بودم و به صورت عینی شاهد این فاجعه بزرگ بودم. تقریبا شبیه قیامت بود. لالایی ها، گریه ها، زاری ها، نواهایی که میشنیدم و لحظه چشم ما خشک نمی شد از بس خیس اشک بود، به قامت صورت اشک می ریختیم.